سلام دوستان به کلاس درس ما خوش اومدین بحث روش های حل مسئله در ها رو ادامه میدیم با حل یه مثال دیگه که میشه مثال چهار در ادامه دو جلسه گذشته خب مثال چهار چی میگه مثال چهار؟ میگه در یه گراف کامل از مرتبه پی تعداد مسیرهای متمایز بین دو رأس یو و وی را بیابید خب پس یه بار دیگه ببینیم مساله چی میگه میگه یه گراف کامل داریم اگه یادتون باشه تعریف گراف های کامل رو یاد گرفتیم گرافایی هستن که توی اون تمام یالهای ممکن رست شده باشه یعنی هر رأسی به همه روسه دیگه متصل باشه خب اینجا میگه یه گراف کاملی از مرتبه پی داریم شما بیان بگیم بین دو راس دلخواه یو و وی چند مسیر متمایز میشه داشته باشیم خب ببینیم این مسئله از کدوم یکی از روش های حل مسئله در گراف حل میشه اولین روشی که داشتیم اگه یادتون باشه استفاده از خواست اثبات شده هستش آیا ما میتونیم این مسئله رو رد بدیم به یکی از خواص اثبات شده راجع به گراف های کامل و از اون طریق مسئله حل بکنیم نظر من این هست که خیر امیدوارم شما هم موافق باشین دلیلش هم اینه که ما هیچ خواصی رو نداشتیم که به طور خاص راجع به تعداد مسیرها صحبت بکنه توی یه گراف ما مسیرها رو تعریف کردیم توی گراف ها ولی هیچ وقت خاصیتی راجبشون اثبات نکردیم که چند تا مسیر توی گراف میتونیم داشته باشیم پس نظر من این هستش که احتمالا من نمیتونم این مسئله رد بدم به یکی از خواست اثبات شده خب پس چاره ندارم جز اینکه برگردم به روش های پایهی ریاضی مثل استدلال و استقراب و اینجور چیزا امیدوارم که مسئله از این طریق حل بشه خب بیان ببینیم میشه یا نه خب اولین قدم توی اینجور مسئله ها کاری که من خودم میکنم و شما رو هم دعوت میکنم این کارو بکنید اینه که سعی میکنم مثلا یه خورده شهودی بکنم چجوری بیایم مثلا مسئله رو توی حالت کوچیکیش که مثلا پی فرض کن یه عدد کوچیکه که بشه رو کاغذ راحت رسمش کرد مثلا من چه عدد چهار رو انتخاب میکنم میام یه گراف کامل از مرتبه چهار میکشم که مسئله رو یه خورده بتونم شهودی تر کنم الان این گراف کامل هست دیگه تمام یال های ممکن رو رسم کردم حالا مثلا اگه این اسمش یو باشه این ویدیو تا رس دلخوا میخوام ببینم که چند تا مسیر بین رؤوس یو وجود داره تا ببینم که چجوری میتونم الان این مسیر تو این حالت کوچیک حل کنم بعد تعمیمش میدم حالا به حالت بزرگتر به حالت کلی از مرتبه خب فرض کنید میخوام مسیرهای بین رأس یو و رو پیدا کنم خب مثلا میام از اینجا شروع کنم که میگم ساده ترین مسیری که به ذهنم میرسه چیه اینه که مستقیم از راس یو برم به راس وی دیگه این دیگه ساده ترین مسیریه که بینشون وجود داره پس یه مسیر داریم که مستقیما از راس یو میره به راس وی حالت بعدی چیه حالت بعدی اینه که یه راسی بیاد واسطه بشه بین راس یو و مستقیم از یو نریم به وی پس مثلا فرض کنین این راس آگه من به عنوان راس واسطه انتخاب کنم میتونم اول برم به این راس بعد برم به وی خب این یه جور بود و یه جور دیگه هم اینه که این یکی رسه بیاد واسطه بشه بین یو وی بی. درسته یعنی اول بریم به این رس بعد بریم به بی. پس دو تا مسیر داریم از این نوع که یه رسی بیاد واسطه بشه بین یو وی بی. دیگه چی مثلا یه نوع دیگه از مسیر میتونه این باشه که دو تا رس این دفعه واسطه بشن بین یو و وی قبول دارین یعنی که اول من برم مثلا به این رس بعد برم به این یکی رس بعد تازه برم به رس وی درسته دو تا رس اومدم واسطه شدم بین یو ولی همین کار رو میتونم به یه ترتیب دیگه هم انجام بدم اول بیام پیش این رس بعد برم پیش این یکی رس ببخشید این شکلی که شلوغ شد امیدوارم دنبال بتونید بکنید بعد برم به راست وی پس چی شد این نوع مسیرهایی که دو تا میان واسطه میشن بین یو و هم دو تا حالت داره پس به طور کلی یک و دو و سه و دو پنج تا مسیر من تونستم به روسه یووی پیدا بکنم خب این به نظر میاد یه راه حل منطقی باشه برای شمردن تعداد مسیرهای متمایز بین دورست یووی بی. درسته؟ بیا ببینم تو حالت کلی که مثلا مرتبه گراف پی هست به جای چهار میتونم رابطهشو رو بر خودم بنویسم در بیارم یا نه. تو حالت کلی هم دقیقا بیاین از همین روش فکر استفاده کنیم بگیم که مسیرها رو اینجوری دسته بندی میکنیم بر اساس تعداد رسی که واسطه میشن بین یو و حالت اول این هست که هیچ رس واسطه بین یو نداشته باشیم در اون صورت چند تا از این مسیرها داریم یکی دیگه مستقیم از یو میریم به بی نوع دوم از مسیرها مسیرهایی هستن که یه رس بیاد واسطه بشه بین یو و در این صورت چند, نوع... چند, تا از این نوع مسیر داریم قبول داریم که اون یه دونه رأس واسطه میتونه به چند طریق انتخاب بشه از بین بقیه روز به حالت انتخاب یک از پی منهای دو این منهای دو هم بخوادن که اینکه دو تاشون خود رسای یووی بیان اون یکی راس میتونه از بین بقیه پی منهای دو راس انتخاب بشه پس این هم تعداد مسیرهایی بود که یه راس بیاد واسطه بشه به یک انتخاب یک از پی منهای دو طریق میتونیم یه راس واسطه انتخاب کنیم اول بریم به اون بعد بریم به وی اینم از این. بعد مثلا یه خورده بریم جلوتر جلوتر حالت بعدی اینه که دو راست واسطه بشن بین یو و وی خب حالا چی حالا هم مثل اون دفعه دیگه چند تا طریق داریم برای اینکه این دو تا راست واسطه رو انتخاب کنیم انتخاب دو از پی من های دو درسته ولی یه که دقت کنید اینه که وقتی که دو تا راست انتخاب کردیم حالا باز دو فاکتوریل تا حالت داریم برای ترتیبش ترتیب این راست واسطه یعنی همونطور که اینجا مثلا با رنگ زرد ما این دو رو انتخاب کردیم یه روش این بود اول بریم به این رحص. بعد به این بعد به وی یا این بود اول بریم به این یکی بعد به اون بعد به بید. پس یعنی دو فاکتوریل تریخ داشتیم که چجوری ترتیب این رسای واسطه چی باشن و به همین ترتیب میتونیم بریم جلو پس این به نظر میاد یه رابطه بین این جمله ها مشاهده میشه درست اگه من بتونم این رابطه رو به صورت یک سیگما به صورت یک جمع در حالت کلی بنویسم خب خیلی خوبه دیگه مسئله یه جورایی حل شده پس من میام اینو به صورت سیگمای n مساویه با صفر از پیمن های دو چون بیشترین حالت این هست که ببخشید کمترین حالت این است که هیچ رأسی واسطه نشه بیشترین حالت این هست که همه این یعنی پیمن های دو رأس بقیه واسطه بشن پس پیمن های دو n مساوی صفر تا پیمن های دو بعد انتخاب n از پیمن های دو زبدر ان فاکتوریل درسته؟ اینم؟ رابطه در حالت کلی همون چیزی که دقیقا مسئله میخواست پس ما از این رابطه میتونیم حساب کنیم توی گراف کامل از مرتبه پی تعداد مسیرهای متمایز بین درست یو و یوبوی چی هستش خب توی جلسه آینده بازم به مثالهای بیشتری در این زمینه میپردازیم تو کلاس درس بعدی میبینم اتون.